درود رفقا انگلیسی مثلاب خوردن اینجاست با یک کلاس و یک کلیپ ارزنده و آموزشی دیگه و در این کلیپ میخوایم در خصوص کاربرد لغت هاو در انگلیسی صحبت بکنیم هاو یعنی چطور یا چگونه یا اینطور هم معنی چطور و چگونه میده هم معنی این گونه یا این طور حالا بریم در این کلیپ جملاتی رو که خیلی هم کاربردی هستن با هم کار بکنیم با هم یاد بگیریم با هم تمرین کنیم تا به استفاده از این لغت مهم در انگلیسی مسلط بشیم بچه ها اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید ببینید بدونید که با سابسکرایب کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن میتونید به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی مطلع بشید و از اونها استفاده بکنید البته آیتم نوتیفیکیشن هم فراموش نشه با فشردن آیتم لایک هم میتونید از این ویدیو حمایت کنید و به ما هم انگیزه بدید که بتونیم ویدیوهای بیشتری بسازیم و در خدمت شما باشیم بسیار خوب بپردازیم به لغت پرکاربرد و مهم هاو در انگلیسی How cute. How cute. Cute یعنی با نمک با مزه. How یعنی چقدر در اینجا. How cute. چقدر با نمک چقدر با مزه است. انگلیسی مثل آب خوردن چقدر با مزه است. چقدر با نمکه. How cute. چقدر با نمک. How cute. How cute. How excellent. How excellent. Excellent یعنی عالی. How یعنی چقدر. متعجب شدید. میگید این درس ها چقدر عالیه. انگلیسی مستاب خوردن چقدر عالیه. و ما به شما میگیم چقدر عالی اینکه در تمرین شرکت کردید. اینکه خودتون رو رشد دادید. اینکه عبارت ها و جملات رو با صدای رسا تکرار کردید. How excellent. چقدر عالی. How How excellent. How excellent! How is it? How is it? How چطور چگونه is است it اون چیزه اون چیزه رو که داره بهش اشاره میکنه و در موردش صحبت میکنه مثلا شما یه موبایل خریدید بعد رفیقت میگه How is it? چطوره؟ یا مثلا یه چیزی دارید میخورید یه ساندویچ دارید میخورید یا هر چیز دیگری میگه How is it? چطوره؟ چقدر کاربردیان چقدر رایج و قابل استفادن عبارت ها و جملاتی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم بچه ها برای تمرین خودتون باید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید حالا چه اتفاقی میفته اینکه اعتماد به نفستون میره بالا نشون میدید آقا من در فضای عمومی جرأت دارم که یک جمله انگلیسی رو بگم خیلی از زبان دانشان این مشکل رو دارن نمیتونن جسارتش رو ندارن خجالت میکشن که یک جمله انگلیسی رو در عموم بیان کنن خیلی ها اینجوری هن. حتی شمایی که دارید این کلیپ رو میبینید خیلی هاتون جرعت و جسارتش رو ندارید نه این که نخواید میخواید جسارتش رو ندارید خجالت میکشید فکر میکنید دیگران در مورد شما چه فکری میکنن اصلا مهم نیست شما در حال یادگیری انگلیسی هستید و اگر میخواید یاد بگیرید راهش اینه که خودتون رو ابراز کنید جملات و عبارت هایی که یاد میگیرید رو باید بیان کنید با نوشتن با تمرین کردن و البته با تکرار کردن با صدای رسا How is it? چطوره؟ How is it? How is it? How was it? How was it? How چطور چگونه was بود گذشته is میشه was یعنی بود it اون چیزه اون چیزی که دارید بهش اشاره میکنید مثلا مسافرت مثلا قضا مثلا تفریح مثلا تمرین هر چیزی که شما فکر کنید it میتونه به اون اشاره کنه how was it چطور بود خوب بود راضی بودی از این درس راضی بودین از روش تمرین راضی بودید how was it چطور بود how was it how was it How is موری؟ How is موری؟ موری اسم خاص اسم یه ادم اسم یه آقایی. پس همیشه دقت داشته باشید اسم افراد رو باید حرف اول به صورت بزرگ نوشته بشه How is موری موری چطوره موری حالش چطوره به جای موری میتونید هر چیزی رو بذارید هر اسمی رو مثلا How is your father How is your mother How is your sister میتونید هر چیزی رو بذارید و احوال پرسیت رو بکنید How is داوود How is قاسم How is جعفر How is سامانتا How is سرا How is ترا هر کسی رو میتونید اینجا قرار بدید چطوره حالش رو میتونید بپرسید How is Mori? How is Mori? How is Mori? How lovely! How lovely lovely یعنی دوست داشتنی love که یعنی عشق یا عشق ورزیدن و lovely یعنی دوست داشتنی how lovely چقدر دوست داشتنی مثلا یه چیزی رو دیدید و یک صحنه ای رو تجربه کردید میگید how lovely چقدر دوست داشتنی how lovely how lovely how is work How is work? Work یعنی کار شغل بچه ها تلفظ دوبلیو رو بارها گفتیم باز هم میگیم اونایی که جدیدن و شاید ندونن دوبلیو رو وقتی میخوای تلفظ کنید با وی فرق داره در انگلیسی دوبلیو لپالت حالت بوسه ای یار رو میخوای ببوسی یا بوسه ای یا لوله work دوبلیو پس اینجوریه در انگلیسی How is work اینجا دو تا دوبلیو داریم How is work کار چطوره business چطوره how is business how is work how is job کار چطوره how is work کار چطوره how is work how is work how are you how are you How چطور یا چگونه are you آیا شما هستی برای احوال پرسی دیگه اما تلفظش رو دقت کنید Who are you نیست پس تلفظ درستش How are you How are you چطوری چطورید حال شما در موقعیت های مختلف رسمی غیر رسمی همه چی میتونید از این استفاده کنید عمومی How are you چطوری یا چطورید یا حال شما How are you How are you How strange How strange strange یعنی عجیب غریب How strange. چقدر عجیب غریبه که ما داریم با روش انگلیسی مثل آب خوردن انقدر خوب یاد میگیریم. اثباتش، اثباتش همین عزیزانی که دارن تمرین میکنن کامنت ها رو بخونید، ببینید چقدر بچه ها دارن نتیجه میگیرن و شما هم بیایید کامنت بذارید. بگید که چقدر این روش و این تکنیک هایی که ما داریم خدمت شما میگیم در عین حالی که سادن دارن به شما کمک میکنن انقدر عجیب غریب رشد کنید و انگلیسیتون تقویت پیدا بکنه به شکلی که تا حالا تجربه نکردید و انقدر رشد رو ندیدید How strange چقدر عجیب قریب How strange How strange Show me how show me how show یعنی نمایش دادن نشان دادن می به من مرا شو می به من نشون بده هاو چطور انگلیسی مثل آب خوردن به من نشون بده چطور تمرین کنم ای به چشم ما نشون میدیم به شما ولی اگر شما گوش بدید به حرف ما و تکنیک ها رو اجرا کنید کاری نداره برای جرأت و جسارتتون اگر میخواید روش بکنه در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا بلند بگیدشون بچه ها این خیلی مهمه شما چیزی رو که یاد میگیری باید اجراش کنی دیگه یادگیری انگلیسی مثل دو چرخ سواری مثل باشگاه رفتن یک مقوله عملیه پس باید اجراش کنید فقط اینکه تو ذهنتون تو دلتون تکرار کنید به درد کی میخوره بله به درد ام... نه به درد نمیخوره به درد خودتون میخوره چرا چون فقط تو دلتون و وقتی قرار باشه تو دنیای واقعی اون عبارت رو یا جمله رو بیان کنید مغزتون هنگ میکنه اگر هم مغزتون هنگ نکنه عضلات زبانی و دهانیتون هنگ میکنه چون تا حالا تکرارش نکردی یهو میخوای تکرارش کنی پس اگر میخوای یاد بگیری باید عضلات زبانی و دهانی تو تقویت کنی چه جوری با بلند تکرار کردن و با صدای رسا تکرار کردن جملات و عبارت که یاد میگیری شو می هاو نشونم بده چطور من نشونت دادم چطور آیا میخوای اجرا کنی یا میخوای روش های گذشته قبل رو تکرار کنی شو می هاو نشونم بده چطور شو می هاو شو هاو How exciting! How exciting! Exciting یعنی مهیج چیزی که هیجان زده میکنه شما رو چجوری یادگیری انگلیسی به روش انگلیسی مثل آب خوردن شما رو هیجان زده میکنه پس exciting مهیج شما میبینی داری نتیجه میگیری شما میبینی روش داره جواب میده بعد میگی How exciting! چقدر مهیج How exciting! How exciting! You know how. You know how. You know yadi how chetor. You know how. تو میدونی چطور مثلا از مامانت میپرسی چطوری جامو جمع کنم یا چطور تخت خوابمو درست کنم یا چطور فلان کارو بکنم مامانت با حالت کنایه میگه یو you know how میدونی چطور خودتو نزن اون را و یا اینکه میخواد هندونه بده زیر بغلتون یا شما هندونه بده زیر بغل دوست دخترت دوست پسرت میگی فلان کارو انجام بده برام میگه چطور میگی یو you know how تو میدونی چطور روششو بلدی you know how تو میدانی چطور you know how You know how. How about you? How about you? How یعنی چطور چگونه About درباره you تو How about you یعنی تو چطور مثلا میگه که How are you چطوری مثلا میتونی جوابشو ندی بگی How about you تو چطور یا نظر تو چیه How about you نظر تو در مورد فلان چیز چیه How about you تو چطور How about you How about you How beautiful. How beautiful. Beautiful یعنی زیبا. Beautiful. Beautiful نیست. Fool یعنی احمق. پسوند فول. مثلا مثل careful. Full. پس فول نیست. How beautiful. چقدر زیبا. چقدر زیبا داری یاد میگیری عزیز دلم. در قسمت کامنت باراتا و جملات رو بنویسید و با صدای رسات تکرار کنید. How beautiful. چقدر زیبا. How beautiful. How beautiful! How do I look? How do I look? Look یعنی به نظر رسیدن. How do I look? یعنی آیا من چطور به نظر میرسم؟ خیلی راحت چطورم؟ چطور به نظر میرسم؟ لباس جدید پوشیده؟ حالا میگه چطورم؟ How do I look? چطورم؟ چطور به نظر میام؟ How do I look? How do I look? How far is it? How far is it? Far yani dur. How یعنی چقدر یا چگونه How far یعنی چقدر دور یه آدرس پرسیدی از طرف بعد طرف گفته که فلانجاست فلانجاس فلانجاست فلان بعد میگید که How far is it چقدر دوره حالا آدرس گفته دیگه چقدر دوره چیه برو دیگه How far is it مثلا شما از ما میپرسی آقا اگر این لغت رو یاد بگیرم انگلیسیم فول میشه فول نزیزم فول 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 یعنی پر و How far is it چقدر دوره که به انگلیسی مسلط بشیم مسلط شدن رو بذار کنار مسیر انگلیسی رو لذت ببر عزیز دلم همین یادگیری ها کم کم و تک تک بنای یادگیری شما رو شکل میده از مسیر لذت ببرید به مقصد فکر نکنید How far is it? چقدر دوره؟ How far is it? How far is it? How old are you? How old are you? How old یعنی چقدر پیر چقدر سن و سال Are you تو هستی How old are you چند سالته شما چند سالته عزیز دلم امو جون چند سالته How old are you شما چند سالته How old are you How old are you How, are you? How was lunch How was lunch؟ لانچ یعنی نهار نهار خوردی؟ How was؟ چطور بود؟ How was؟ How is؟ یعنی چطوره؟ How was lunch؟ نهار چطور بود؟ چرپ بود یا کم بود؟ غذای چرپ نخورید بچه آه, کبدتون چرپ میشه How was lunch؟ نهار چطور بود؟ How was lunch؟ How was lunch؟ How can I help؟ How can I help? How can یعنی چطور میچه یا چطور میتوان I من How can I چطور من میتونم Help کمک کنم How can I help؟ چطور میتونم کمک کنم؟ بچه ها دست کمک کننده داشته باشید اونهایی در زندگی موفقن که دست بده داشته باشن نه دست بگیر نه اینکه همش انتظار داشته باشی دنیا بهت کمک کنه همه بهت کمک کنن بخشنده باش تا دنیا بخشنده باشه باهات How can I help؟ چطور میتونم کمک کنم؟ چطور میتونم مثبت باشم؟ How can I help؟ چطور میتوانم کمک کنم؟ How can I help؟ How can I help? How much is it? How much is it? How much یعنی چقدر is it اون است اون چیه مثلا یه چیزی میخوای بخری رفتی فروشگاه how much is it چنده آقا این جنسه چنده اون چیزی که داری بهش اشاره میکنه. it داره به اون چیزه اشاره میکنه how much is it چند است how much is it How much is it? How is it going? How's it going? Going یعنی در حال رفتن It ماجرا یا اون چیزی که بهش اشاره میکنه How is it going یعنی ماجرا چطور داره میگذره اوزا چطور داره میگذره خیلی کار بردی یعنی ها و جملاتی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میکنیم How's it going چقدر کاربردی تو احوال پرسی مثلا حتی شما میتونید در حالت آمیانه تر به جای اینکه بگید how are you یا بگید چطوری حالت چطوره میتونید بگید how's it going چطور داره میگذره حتی به عنوان سلام هم استفاده میکنن انگلیسیا هاوز how's it going چطور داره میگذره اوزا اوزا چطوره ما از شما میپرسیم تا اینجای کلیپ اومدید how's it going چطور داره میگذره how's it going how's it going, how's it going? Do you know how Do you know how Do you know یعنی آیا میدانی آیا بلدی how چطور Do you know how to swim? Do you know how to learn? Do you know how to teach? Do you know how to learn English? Do you know how? آیا میدونی چطور؟ حالا در ادامه جمله میتونی طبیعتا بهش اضافه کنید یا اینکه شما از انگلیسی مثل آب خوردن میپرسی چطور من انگلیسی رو تقویت کنم؟ چطور من سپیکینگم رو تقویت کنم؟ میپرسید Do you know how? آیا میدانی چطور؟ Do you know how? Do you know how? How can we help? How can we help? How can چطور میشه We help ما کمک کنیم چطور ما میتونیم کمک بکنیم طبیعتا با ساخت کلیپ های آموزشی ما میتونیم به شما کمک بکنیم و سعی کنیم که انگلیسی شما رو راه بیاندازیم اما اینکه شما خودتون بخواید و در این مسیر قرار بگیرید دیگه بقیهش با خودتونه How can we help ما چطور میتوانیم کمک کنیم How can we help How can we help How do you feel? How do you feel? Feel یعنی احساس کردن. How do you یعنی آیا شما چطور چیکار میکنی؟ Feel احساس کردن. How do you feel؟ چطور حس میکنی؟ چه حسی داری؟ حس خوشحالی داری یا ناراحتی؟ امیدواریم که همه خوشحال و خورسند باشید. How do you feel؟ چطور حس میکنی؟ چه حسی داری؟ How do you feel؟ How do you feel؟ How interesting. How interesting. Interesting یعنی جالب. How interesting یعنی چقدر جالب. تا حالا روش های گذشته جواب نداده. حالا داری با تمرین کردن با انگلیسی مثل خوردن نتیجه میگیری. بعد میگی How interesting. چقدر جالب. How interesting. How interesting. How about a beer? How about a beer? Beer yani abejo How about عبارت و ساختاری است که برای پیشنهاد دادن استفاده میشه مثلا من به شما میگم How about a kiss نظر در مورد یه بوس چیه یا مثلا میگم How about a beer نظر در مورد یک آبجو چیه پس ساختار How about یه چیزی برای پرسیدن نظر استفاده میشه How about a hug نظر در به یه بغل چیه از راه دور رسیدی خونه همسرت یا دخترت How about a hug نظر در به بغل چیه بود و بغلم How about a beer?" Obejochist. How about a beer? How about a beer How did you know? How did you know? نو دانستن How did you know؟ چطور تو می دونستی؟ چطور کی بهت گفت؟ سارا بهت گفت؟ ای دهن لق How did you know؟ تو چطور می دانستی؟ How did you know؟ How did you know؟ How is your life؟ How is your life؟ How is یعنی چطوره Your life زندگیت How is your life زندگیت چطوره امیدواریم زندگیتون مملو باشه از خوشسندی و خوشحالی How is your life زندگیت چطور است How is your life How is your life How much is this? How much is this? How much یعنی چنده چقدر is this حالت سوالی این این چیز رو بهش دارید اشاره میکنید میگید How much is this? این چند است How much is this? How much is this? How, is this? how was your day? How was your day? How was? چطور بود؟ Your day. روزت. روزت رو چطور گذروندی؟ پدر میپرسه. How was your day? روزت چطور بود پسر؟ روزت چطور بود دختر؟ کلاس انگلیسی تو خوب استفاده کردی این همه شهریه دادم یا اینکه فقط بازیگوشی کردی؟ How was your day? روزت چطور بود؟ How was your day? How was your day? I don't know how. I don't know how. I don't know یعنی من نمیدانم how چطور. مثلا میگه که چطور فلان کس فلان کارو کرد بعد شما میگی که I don't know how. من نمیدانم چطور. I don't know how. I don't know how. I know how it is. I know how it is. I know من میدانم how چطور it is اون چیز است I know how it is من میدانم چطور است مثلا رفیقت میپرسه اون ماجرا چطور پیش اومده چطور شده چی شده کجا رفته کی اومده بعد شما میگید من میدانم چطور است I know how it is I know how it is How have you been How have you been? How چطور have you been یعنی تو بوده ای How have you been یعنی تو چطور بوده ای در این مدت که ندیدمت در این مدت که دور بودم ازت ازت خبر نداشتم How have you been چطور بوده ای برای احوال پرسی هم استفاده میشه جاهای مختلف هم کاربورد داره که دیگه خودتون میتونید استنباط کنید How have you been چطور بوده ای How have you been How have you been How should I know? How should I know? How should یعنی چطور باید I know من بدانم How should I know من چطور باید بدونم از کجا باید بدونم کی میدونه شما میدونید How should I know من چطور باید بدونم چقدر کاربرد داره بازم یه فضول از شما میپرسه فلان چیز چجوریه بعد شما میگید How should I know من چطور باید بدانم من از کجا باید بدانم How should I know? How should I know? How was the party? How was the party? How was چطور بود؟ باز فوزوله داره سوال میپرسه. Party یعنی مهمانی. The party THE داره به اشاره میکنه به اون پارتی مشخص که با اون رفیقات رفته بودی. How was the party? مهمانی چطور بود؟ البته شاید مادر بپرسه. مادر میپرسه نگرانه به هر حال به فکر شماست. میگه How was the party? مهمانی چطور بود؟ How was the party? How was the party? How is the weather? How's the weather? Weather, yani How is, yani cheture? How is the weather? Hava cheture. How is the weather? How is the weather? How about this one? How about this one? How about گفتیم که معمولا برای پرسیدن نظر استفاده میشه. This one یعنی این یکی. مثلا دو تا گزینه داره، گفتی که اون یکی رو خوشم نمیاد. مثلا رنگش خوب نیست. بعد میگه how about this one؟ این یکی چطور؟ How about this one؟ این یکی چطور؟ How about this one؟ How about this one? How can you forget? How can you forget? Forget یعنی فراموش کردن. How can you یعنی تو چطور میتونی forget فراموش کنی؟ این رابطه که با هم داشتیم و چطور میتونی فراموش کنی؟ این همه با با هم عشق ورزیدیم. How can you forget چطور میتوانی فراموش کنی؟ How can you forget? How can you forget? How do you like it? How do you like it? How do you like? یعنی چطور دوستش داری؟ چقدر دوستش داری؟ ماشین جدیدی تو برات خریدم چقدر دوستش داری؟ How do you like it? چطور دوستش داری؟ How do you like it? How do you like it? How hard can it be? How hard can it be? How hard یعنی چقدر سخت Can it be? اون میتونه باشه شما میپرسی میپرسی که یادگیری انگلیسی چقدر میتونه سخت باشه How hard can it be? ما به شما میگیم اصلا سخت نیست فقط تلاش میخواد فقط برنامه ریزی میخواد فقط یک هدف جدی میخواد هدفتون هر چه که هست براش برنامه ریزی بکنید روزانه از درس ها و از کلاس ها استفاده کنید و البته در تمرینات شرکت کنید عبارت ها و جملات رو در دفترچه یادداشتتون بنویسید با صدای رسا بچه ها تکرار کنید حالا برای اینکه نشون بدید با ما هستید همراه ما هستید در قسمت کامنت اگر تا الان تنبلی کردی اگر تا الان نخواستی به خودت کمک کنی از این به بعد این کارو بکن و هی نپرس How hard can it be؟ چقدر میتونه سخت باشه؟ How hard can it be? How hard can it be? How may I help you? How may I help you? How may یعنی چطور ممکنه I help you من به شما کمک کنم چقدر معدبان است اینو میتونید جای معدبانه یا اینکه مخ هاتون استفاده کنید How may I help you چطور ممکنه من کمکتون کنم یا اینکه توی فروشگاه یا هتل یا رستوران هر جا رفتید از شما میپرسن How may I help you چطور ممکن است من کمکتان کنم How may I help you How may I help you? How was everything? How was everything? How was یعنی چطور بود؟ داره باز میپرسه. رفتی یه جایی یه کاری کردی؟ رفتی سفر برگشتی؟ حالا میپرسه. How was everything? Everything یعنی همه چیز. هر چیز. How was everything? همه چیز چطور بود؟ How was everything? How was everything? How was the flight? How was the flight? How was چطور بود the flight flight یعنی پرواز تازه پروازتون نشسته به یاری خداوند به اونجایی که میخواید برید رفتید رسیدید و طرف از شما میپرسه how was the flight پرواز چطور بود how was the flight how was the flight آی نو هاو تو سویم آی نو هاو تو سویم آی نو میانی من میدونم، من بلدم هاو تو سویم چطور شنا کنم؟ سویم یعنی شنا کردن I know how to swim من میدانم چطور شنا کنم به جای سویم میتونید هر فعلی رو به شکل سادش بذارید I know how to learn من میدونم چطور باید یاد بگیرم چون انگلیسی مثل آب خوردن به هم گفته I know how to learn English I know how to go there من میدونم چطور به اونجا برم I know how to learn English من میدونم چطور انگلیسی یاد بگیرم حالا که میدونی عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویس تا نیامدم سراغت I know how to swim. Man midanam, chetorshana konam. I know how to swim. I know how to swim. I want to know how. I want to know how I want to یعنی من میخواهم که یه چیزی یا I wanna مخففش میشه I wanna I wanna know how من میخوام بدونم چطور من میخوام بدونم چطور فلان کار کردی I want to know how من میخوام بدانم چطور I want to know how I want to know how How can I get there? How can I get there? How can I یعنی چطور من می توانم یه کاری را انجام بدم get there get there یعنی به اونجا برسم get یعنی رسیدن there آنجا get there یعنی به اونجا رسیدن how can i get there من چطور می توانم به آنجا برسم how can i get there how can i get there How did you make it? How did you make it? How did you یعنی آیا شما چگونه make it make یعنی ساختن اما در اینجا یعنی انجام رساندن کاری make it یعنی شما ساختیش یا انجامش دادی How did you make it چطور ساختیش چطور انجامش دادی How did you make it How did you make it How do you know Tara? How do you know Tara? How do you know یعنی شما چطور میشناسی چه کسی رو Tara. خانمی به نام Tara رو How do you know Tara? چطور Tara را میشناسی How do you know Tara? How do you know Tara? How expensive is it? How expensive is it? Expensive یعنی yani گران How expensive یعنی چقدر گران Is it آن است How expensive is it? اون چقدر گرونه؟ وقت شما چقدر گرونه؟ وقت خودتون چقدر ارزش داره؟ زندگیتون، زمانتون چقدر ارزش داره؟ اگر براش ارزش قائلید، سعی کنید همواره از راه درست هر کاری رو انجام بدید تا زمانتون ذخیره بشه. هیچ چیز در دنیا به اندازه زمان ارزشمند نیست. این زمانی که ما داریم برای یادگیری شما و ساخت کلیپهای آموزشی و ارائهشون تقدیم میکنیم پیشکش حضور ارزشمندتون شما هم برای زمان خودتون ارزش قائل باشید و تمرین کنید بچه ها خیلی مهمه اینکه ما همش داریم تکرار میکنیم باور کنید دغدغه داریم نگرانیم برای یادگیری شما داریم انرژی میذاریم میخوایم شما یاد بگیرید ای کاش شما هم بخواید خودتون How expensive is it آن چقدر گران است How expensive is it؟ How expensive is it? Tell me how it goes. Tell me how it goes. Tell me یعنی به من بگو امریه how چگونه it goes. It اشاره میکنه به اون ماجراه. مثلا از شما میپرسیم یادگیریتون چطور پیش میره. به ما بگید. Tell me how it goes. به من بگو چطور پیش میرود. Tell me how it goes. Tell me how it goes. How many do you want? How many do you want? How many یعنی چند تا many برای چیزایی استفاده میشه که قابل شمارشه مثلا میگه چند تا سیب میخوای How many do you want? شما چند تا میخواهی How many do you want? How many do you want? How much did you pay? How much did you pay? How much یعنی چقدر؟ How much برای چیزای غیر قابل شمارش. How much یعنی چقدر؟ Did you pay؟ آیا شما پرداخت کردی؟ مثلا بلیت قطار خریدی یا بلیت هواپیما خریدی؟ خانم دوست دخترت ازت میپرسه How much did you pay؟ یا اینکه یه چیز جدید خریدی رفیقت میپرسه How much did you pay؟ چقدر پرداختی؟ چقدر پول دادی براش؟ و قطعا بعدش میگه که انداختن داداش به درد نمیخوره How much did you pay? چقدر پرداختی؟ How much did you pay? How much did you pay? I don't know how far. I don't know how far. I don't know یعنی من نمیدانم How far چقدر دور آدرس پرسیدی بعد میگی چقدر دوره و طرف میگه I don't know how far نمیدونم چقدر دوره اما برحال این مسیر رو بری بهش میرسی I don't know how far من نمیدانم چقدر دور I don't know how far I don't know how far How can you trust him? How can you trust him? How can you یعنی چطور تو میتونی چیکار کنی؟ Trust. Trust یعنی اعتماد کردن. Him به اوی آقا. به اوی آقا که اسمشو نمیخوایم بیاریم. آقای منصوره که گفتی اسمشو نیار. How can you trust him? چطور میتونی به او اعتماد کنی؟ How can you trust him? چطور میتوانی به او اعتماد کنی؟ How can you trust him? How can you trust him? How did you get there? How did you get there? How did you یعنی چطور تو آن کار کردی؟ کدوم کار؟ get there به آنجا رسیدن how did you get there چطور به آنجا رسیدی چطور به این همه رشد رسیدی چطور به روون بودن در انگلیسی رسیدی تلاش کردم کاری نداره که شما هم میتونید تلاش کنی همه میتونن فقط باید روش طبیعی رو به کار بگیرید روش طبیعی اینه که تکرار کنید بیان کنید با صدای رسا تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید مقایسه کنید با نحوه بیان و تلفظ در فایل صوتی که دارید در فایل تصویری کلاس آموزشی مربیتون این درس یک مربی برای شما صدای خودتون رو ضبط کنید هنگام بیان و خوندن عبارت ها و جملات و با نحوه بیان و تلفظ در این درس ها مقایسه کنید How did you get there? چطور با آنجا رسیدی؟ How did you get there? How did you get there? How is that important? How is that important? How is that important? Important یعنی مهم. How is that? یعنی آن چطور important مهمه. چطور مهمه؟ چقدر مهمه؟ How is that important? آن چقدر مهم است؟ چقدر مهمه که تمرین کنیم؟ چقدر مهمه که تلاش کنیم؟ بدون شک اگر در بره های مختلف زندگیت تلاش نکنی در آینده از ناکامی ها هزینه تلاش نکردن ها تو خواهی داد. اگر در نوجوانی تلاش نکردی به اون چیزی که میخواستی بشی نرسیدی قطعاً هزینش رو از نرسیدنها باید بدی How is that important؟ پس چقدر مهمه که تلاش کنیم؟ خیلی مهمه بچه ها خیلی مهمه How is that important؟ آن چقدر مهم است؟ How is that important؟ How is that important؟ How long can you stay? How long can you stay? How long یعنی چقدر طولانی؟ can you stay؟ آیا تو میتوانی بمانی؟ stay پس میشه ماندن اقامت داشتن how long can you stay؟ تو چقدر میتونی بمونی؟ مثلا رفتی خونه دلبر بعد بهت میگه که how long can you stay؟ چقدر میتونی بمونی؟ به هم بگو یا اینکه رفتی سفر خونه رفیقی دوستی آشنای اونور آب بعد بهت میگه how long can you stay؟ چقدر میتوانی بمانی؟ how long can you stay؟ How long can you stay? How can you be so calm? How can you be so calm? How can you? چطور تو میتونی؟ بی باشی سو کام کام الش نخواناست یعنی آرام سو so, یعنی این چنین سو so کام یعنی این چنین آرام How can you be so کام چطور میتونی انقدر آرام باشی یا چطور میتونی انقدر خونسرد باشی هرس نخوری برای یادگیری بچه ها How can you be so کام؟ چطور میتونی انقدر آروم باشی یا از دریا میپرسی دریای آرام بهش میگی How can you be soک؟ calm چطور می توانی این چنین آرام باشی؟ How can you be so calm? How can you be so calm? How far is it from here? How far is it from here? How far, yani یعنی چقدر دور, is it, ات اشاره میکنه به اون مقصده مثلا شما آدرس مدرسه رو پرسیدی آدرس یه جایی رو پرسیدی آدرس ساحل رو پرسیدی بعد میپرسید how far is it from here from here یعنی از اینجا از اینجایی که هستیم تا ساحل چقدر فاصله است میخوام برم ساحل how far is it from here چقدر از اینجا دور است how far is it from here how far is it from here Nobody knows how I feel. Nobody knows how I feel. Nobody any yani, Hichfardi fardi. No, know, donestanva knows. اس سوم شخص گرفته چرا چون نوبادی در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه nobody نوز هیچ کس نمیدونه هیچ کس نمیدونه ماجرا چیه nobody نوز این خودش یک عبارت nobody نوز هیچ کس نمیدونه هاو I فیل هاو یعنی چطور آی فیل من احساس میکنم nobody knows هاو آی فیل واقعا هیچ کس نمیدونه که دغدغه ما یادگیری شماست اینکه تلاش کنید به اون چیزی که میخواهید برسید nobody knows how آی فیل هیچ کس نمی داند من چه حسی دارم. Nobody knows how I feel. Nobody knows how I feel. خدا قوت به انتهای این درس رسیدیم خوشا بر اونایی که تمرین کردن خوشا بر اونایی که تلاش کردن با این درس کار کردن این کلاس آموزشی رو که معادل ساعت ها کلاس آموزشی بیرونه معادل ساعت ها تمرین خودتونه که این همه لغت رو این همه جملات رو در این درس خدمت شما تقدیم کردیم با اون تمرین کردید خوشا بر اونها و اونهایی که تمرین نکردید صلاح مملکت خیش خسروان دانند شما خسروی زندگی خودت هستی و رهبر زندگی خودت هستی سعی کن از زندگیت و از این فرصتی که در اختیار داری درست استفاده بکنی بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون بچه ها طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید با این کلیپ بارها گفتیم باز هم میگیم آرزوی ما در تیم انگلیسی مثل آبخوردن خوردن برای شما عزیزان و خانواده محترمتون چیزی نیست غیر از تندرستی خورسندی خوشی و خوشحالی و موفقیت در هر کجای دنیا که هستید